عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. حسین فاضلی، دونده فوق استقامت ایران هستم، در خدمت جناب آقای جعفر مرادی، قهرمان بلند آوازه ایران آسیا در 242 کیلومتر که ایشون در مسابقات المپیک 2016 ریو هستند. سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز. محمد جعفر مرادی هستم، 25 مرداد عازمه المپیک ریو هستم، انشالله بتونم نماینده شایسته برای کشورمون باشم. من تو سال 2015 تو استکهلم ماراتون مقام دومو کسب کردم که با تشویق شما عزیزان تونستم اون مقام ارزشمند رو کسب کنم. استان کرمانشاه، شهرستان گیلان غرب، متولد 1369، 21 فروردین. من از 16 سالگی دو میدانی شروع کردم که به صورت اتفاقی بود، چون که خونمون نزدیک شیرودی بود، کم کم رفتیم تو استادیوم ها میدویدیم و همین که به صورت اتفاقی دونده شد و دو تا مقام آسیایی دارم، سهمیه المپیک رو گرفتم برای المپیک ریو و دم عرض کنم که در سال 2015 مقام دوم تو استکهلم ماراتون کسب کردم. حسین فاضلی هستم، متولد 1335. اولین مسابقه هم در شهرستان رامسر بود که برام خیلی مهم و ذوق‌زده شده بودم. بین 42 نفر 21 شده بودم که روزنامه رستاخیز اسم منو داده بودن. من روزنامه رو چاپ کردم، به همه فامیلا میدادم. آغاز کردم ورزش رو در سال 1983 در مسابقه ارتشیای جهان بیتنچری ایرانی بودم در این مسابقه و من چندین بار در استکهلم ماراتون دویدم و بهترین نتیجه هم در استکهلم ماراتون در سال 1998 تونستم در میان ناباوری در سن 40 سالگی 26 بشم. در اینجا دومین ایرانیه که سبقت گرفت از من و بهترین نتیجه در تاریخ ورزش ایران داد جناب آقای جعفر مرادی بودن که در سال 2015 در استکهلم ماراتون چهره خودشون نشون دادن و نفر نایب قهرمانی شدن. و مسابقات استکهلم ماراتون باید به عرض بینندگان برسانم که دومین مسابقه اروپاست و الان من 62 سال سن دارم و با راهنمایی ها و تجربیاتی که داشتم خدمت آقای مرادی بودم تو این مدت. ما در هتل دیزین ارتفاع 2500 متر از سطح دریا اردو گذاشتیم. انشالله بتونیم با تمریناتی که ایشون انجام میده با دوستای نازنینمون جناب آقای حسن شیرقوی، ستار سید، قهرمانان اسکی و دوهای استقامت و ماراتون با همشون همکاری میکنیم، بتونن ایشون یه رکورد خوبی رو در المپیک به جا بذارن. انشالله آقای مرادی بتونه نماینده شایسته برای کشورمون باشه و رکوردی رو جابجا کنه که جاودانه باشه. ما به وجودش افتخار میکنیم و اگر آقای مرادی نتیجه خوبی در المپیک به دست بیاره، به شما ما ایرانی ها قول میدیم که استقامت حرکت کنه و نمایندگی شایسته در سطح دنیا داشته باشه. مرسی.